صبح زیبایتان همچنان بخیر باشه جوانان و خلاقیت موضوعی است که امروز در صبح زندگی انتخاب کردیم و همچنان من هم مهماندار هستم در این راستا جناب آقای زیارمل اخپلواگ و استاد پانتون پا همراه ما هستن ببینیم نظر و دیدگاهشان در رابطه با جوانان و خلاقیت چی هست و اینا با عنوان یک جوان در جامعه خودشان چه کارهایی را انجام دادن و چه قدر خلاقیت خودشان را بروز بدن و دیگران خب از تجربیات استاد سوال هایی می داشته باشیم استاد خوش آمدید صبح زیبایتان بخیر باشه. خدا سلام صبح شما بخیر صبح بخیر امیدوار هستم شما بیننده صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشن و بحث میکنیم مفید تمام شد سلامت باشین خب بحث ما رو بیم از تعریف خلاقیت آغاز کنیم خیلی امروز خیلی یک موضوع خوبی را شما انتخاب کردین که باشن. ما همه روزه با سر کار داریم خود خلاقیت یعنی ایجاد ایجاد و یا تولید یک فکر یا ایده یا یک اندیشه نو یا جدید است امه. یا میگیم توانایی خلق کردن یک ایده یا یک فکر جدید را خلاقیت میگه. بله. ولی بیاین یک تذکر هم بتیم در مورد نوآوری و خلاقیت. نوآوری و خلاقیت کمی فرق، تفاوت داره خلاقیت یعنی تولید یک فکر جدید ولی نوآوری عملی ساختن همان فکر جدید است. خب خود خلاقیت در زندگی هر فرد اگر جوان باشه یا کهنسال باشه اهمیت خود را داره ما در هر مرحله زندگی که هستیم به خلاقیت نیاز داریم اگر استاد معلمی از است در پاهنتون تدریس میکنه باید خلاق باشه به خلاقیت نیاز داره باید. اگر یک گرداننده برنامه هستن به خلاقیت نیاز داره اگر یک دستفروش فروش است به خلاقیت نیاز داره اگر دختر است و یا پسر است به خلاقیت نیاز داره در زندگیشون خلاقیت داشته باشن اگر ما در زندگی خود خلاقیت نداشته باشیم نوآوری نداشته باشیم از خود خلاقیت نشان ندیم خلا... زندگی ما خیلی خسته خواهد بود مثلا اگر شما برنامه تان هر روز به یک منوال به یک شکل آغاز بکنید نه تنها که به بیننده خسته کن تمام خواهد شد به خودتان هم بله. کن تمام میشه یعنی ما اگر میخوایم که زندگی داشته باشیم که واقعا کن نباشه در زندگی خود شور داشته باشیم امه. اشتیاق داشته باشیم علاقمندی بر زندگی داشته باشیم باید خلاق باشیم پدر مادر همه گی باید در زندگیشون خلاق, خلاق, خلاق باشن و نیاز داریم به خلاقیت خصوصا که امروز بحث ما خل... جوانان و خلاقیت هستن جوانان خب میگیم 63 درصد نفوس جامعه ما را جوانات تشکیل میده و این افراد خیلی پر انرژی هستند خیلی انگیزه برای کار دارن برای فعالیت کردن دارن اینها باید خلاق باشن اگر بیایم اینجا نام ببریم از مشهورترین افراد خلاق دنیا بد نخواهد بود مثلا مشهورترین افراد خلاق دنیا مثلا توماس ادیسون هستند انشتین هستند داوینچی هستند استیو جابز هستند یا افراد خلاق دنیا هستن که امروز دنیا ره متحول ساختن میگه از ادیسیون پرسان کردن که راز خلاقیت شما راز مفقیت شما در زندگیتان چیست او موارد خیلی را اشاره کرد ولی یکی از مواردش که گفت من فرد موفق هستم امین خلاقیت و نوآوری ما هستند که من امروز ما دنیا را متحول ساختیم و امروز از کارهایی که من انجام داده مردم استفاده میکنن بله دقیقاً استاد واقعا موضوعات خیلی مهمی را در تعریفی از خلاقیت شما برای ما بیننده از ما بیان کردیم و واقعا هر کسی که اگر خلاقیت در وجودش هست او را بیای بروز بده او را بیای با عنوان این نوآوری که ما گفت بب. تفاوت بین خلاقیت و نوآوری خیلی تفاوت هست و او خلاقیت چیزی است که ما در خود ما داریم و نواری چیزی است که ما رو عملا پیاده میسازیم. یعنی مرتبط هست و وابسته همدیگر هستن این دو جمله و ما باید بلد. همیشه خلاقیت خود ما رو بیام و پیاده بسازیم در زندگی ما و اگر خلاق نباشیم و گفته استاد زندگی برای ما تکراری میشه خیلی هم واقعاً خسته میشه حتی برنامه‌ای که ما پیش میبریم اگر هر روز بیای تکراری باشه حتی بله. خود ما هم خسته است خب استاد چه فکر میکنین حالا در این اواخر در این چند سالی که سپری شده یا چند سال اخیر فکر میکنین جوانان ما چقدر خلاق بودن چقدر آمدن خلاقیت خودشان را در جامعه که هست زندگی میکنن نخوز باید بگویم خود خلاقیت هر کس, در... هر کس خلاق است هفت فیصد خلاقیت که هستن ذاتی از جنیتیکی از در وجود ما هستن 93 فیصد خلاقیت آموزشی هستن اقتصابی است ما میتونیم کسب بکنیم خب در این آخر خیلی جوان با انگیزه داریم که از خود خلاقیت و نوآوری نشان دادن واقعا کار میکنن واقعا انگیزه و خاطر زندگی کردن دارن مثلا م یک مثال از خود بر شما بتم مه در دوران مکتب بودم و میخاستم انگلیسی تدریس بکنم سه ماه ش نفرره م درس دادم سه ماه د ک نف ش نفر ره درس میدادم چون م د او به مقته زمانی از خلاقیت چیزی نمیفاهمیدم از نواری چیزی نمیفامیدم خب مه یک شاگرد مکتب بودم و میخاستم انگلیسی هم تدریس بکنم روزی از روزها یک کتاب خلاق باشین تا آه آه برنده باش فکر کنم نام کتاب این چیز ام, ام قسم بود از یکی از نویسنده خارجی بود آمریکایی هستن که خیلی کتاب ها در مورد فن بیان نوشته کرده خب دو جای اشاره کرده بود اگر شما میخواین خلاق باشین اولین گام، اولین چیزی هستن که شما اعتماد به نفس داشته باشین شما باید هر روز نوآوری بکنید خب اما کتاب را که من مطالعه کردم روزی از روزها شد که یک سنفی که ما انگلیسی تدریس می با به 64 نفر رسید از یعنی نفر به 64 بله شست نفر, نفر, رسید. نفر, رسید. معمولاً رسید معمولا انگلیسی از خود یک قانون داره که باید حداقل 20 نفر باشه تا به او رسیدگی شد خب از بحث خارج نشیم جوان ها در آخر خیلی از خود خلاقیت نشانند مثلا اگر ما بررسی بکنیم گرداننده های برنامه های سیاسی و برنامه های گرداننده های, های برنامه های اجتماعی تمامشان جوان هستند ما امروزه می از خود خلاقیت نشان میدن دخترها هم در پهلویشون خیلی از خود خلاقیت نشان میتن, خلاقیت بله، نشان میتن. ما افرادی داریم که از خود خلاقیت نشان نمیتن ولی جوانایی داریم با انگیزه هستن واقعا در آخر از خود خلاقیت نشان میتن امیدوار هستم این ای ادامه پیدا کنه تا ما یک جوانی واقعا که جامعه به ما نیاز داره به مشکل باشه دقیقا واقعا به گفته استاد محترم خانم هم خیلی در اواخر خلاقیت از خودشان نشان دادن و همچنان در کارشان موفق هم باشن و حمایت و پشتیبانی با صورت بگیره اما حمایت و پشتیبانی بیشتر به کیا برمیگرد استاد کیا پشتیبانی اولین چیزی که ما, ما را میتونه خلاق بسازه و ما را حمایت بکنه خود اعتماد به نفس خود فرد است اگر جوان اعتماد به نفس نداشته باشن فرد خلاق نمی باشه این اعتماد به نفس خود را یک فرد توانا دیدن اگر ما اعتماد به نفس جوان اگر اعتماد به نفس نداشته باشن خود را ابراز کردن نمیتونن خب ما اگر خود را ابراز کردن نتونیم پس خلاقیت هم نمیتونیم داشته باشیم خیلی ایده های زیادی در ذهن ما هستند ولی ما جرات از نداریم با دیگر شریک بسازیم بحلی. پس هر جوان اگر میخواد که واقعا خلاق باشه و پشتیبانش باشه او اعتماد به نفسش است که باید اعتماد به نفس داشته باشه دومین چیزی که خیلی مهم هستند فامیل های عزیز هستند که کمکشان کمکشون کنن فرد خلاق باشن واقعا وقتی یک جوان طفل می باشه فامیلشون اجازه بده گپ بزنه واقعا بگذارن که نظریات خود را با فامیل شریک بسازه واقعا این فرهنگ را باید ما از, فامیل ها ریشکن بکنیم که طفل را بگه تو چیز را نمیفهمی و تو بیشی تو کدام نظر, نظر نتی یعنی تو گستاخ هستی یا بیاده هستی باید از فامیل ها شروع بکنیم دومین چیزی که هر جوان میتونه یک فرد خلاق باشه و او را به خلاقیت برسانه آگاهیش است اگر ما اطلاعات داشته باشیم و آگاهی داشته باشیم میتونیم فرد خلاق باشیم اگر آگاهی نداشته باشیم و کسایی که مطالعه نمیکنن و افراد خلاق نیستن پس هر کسی که میخواد خلاق باشه باید آگاهی و اطلاعات بله. کافی داشته باشه و سیمین چیز که یک فرد را میتونه یک جوان را میتونه خلاق بسازه واقعاً پشتیبانش باشه و ورزش هستن <applause> ورزش ذهن خیلی فعال نگه میداره <applause> ورزش خیلی تاثیر داره بالای ذهن ما اگر بخوایم یک ذهن سالم ذهن خلاق و فعال داشته باشیم باید ببخشین ذهن فعال داشته باشیم <applause> باید ورزش بکنیم تا خلاق شیم و سیمین چیز که هستن خود دولت خود نهادهای تعلیمی و تحصیلی خیلی کمک کرده میتونه باید ورکشاپ ها را برگزار بکنن در مورد خلاقیت چگونه ما خلاق شیم واقعا ما میگیم اعتماد به نفس داشته باشن یک جوان از اعتماد به چیزی نمیفهمه شو جنا ما يرى ارتقابتهم واقعا بت خلاقیت را در وجود ما به وجود بیاره این خیلی مهم هستن این نکات و هر جوان اگر میخوای خلاق باشه باید در زندگیش مسیر مشخص مسیر شفا مسیر مسیر سازمانی هدف سازمانی یافته داشته باشه اگر ما در زندگی خود هدف نداشته باشیم ما نمیتونیم یک فرد خلاق باشیم خب اگر ما واقعا در زندگی خود هدف داشته باشیم ما همیشه به خاطر هدف خود خلاقت نشون میدیم نواری انجام میدیم در مورد ایده ها فکر میکنیم و ایده ها را به عمل در میاریم همیشه که هدف ما ما را میرسونه و نکته دوم که جوان ها را خیلی کمک کرده میتونه که واقعا خلاق باشن خودشان باید باشه این بسیار مهم هستن که خود ما باید باشیم باید استقلالیت داشته باشیم باید ما استقلالیت داشته باشیم باید تقلید نکنیم ما مثلا ما خیلی از رسانه ها داریم ولی ما میبینیم بسیار رسانه های اندکی هستند از خود خلاقیت نشون میدن ما خیلی جوان ها داریم ولی هر کس به خودش که باید باشه نیست خودش باشه دیگری نیستن با. 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 دیگری اگر ما خود ما باشیم اه. واقعا دوست داشتنی واقعا ما از خود باید خلاقیت بله. اگر ما یک مثال ساده بر شما بگم مثلا اگر در یک سرک ببینیم خیلی از رستوران ها هستن ولی یک رستوران از خود خیلی خلاقیت نشان میده و خیلی مشتری داره سازمان ها به این شکل مثلا مردم به می شکل هر کس باید خودش باشد ما باید تقلیدگر نباشیم و ما باید استقلالیت خود را حفظ بکنیم و افرادی که میخوان خلاق باشن خصوصا جوان ها اگر میخوان خلاق باشن باید که ریسک پذیر باشن باید خطر را بپذیریم وقتی ما یک کار انجام انجام میدیم باید ریسک را بپذیریم خطر را باید بپذیریم ما وقتی بعض وقتها بعض خلاقیت ها را انجام میدیم ولی ما او بعض خلاقیت های اشتباه میکنیم و ما باید این را بپذیریم که موفقیت بدون خطر وجود نداره ما باید خیلی چالش ها را سپری بکنیم تا به هدف که داریم برسیم واقعا وقتی که هدف داشته باشیم وقتی که برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم هیچ وقت از ریسک هایی که قرار است به سراغ ما بیه از اون اصلا نمی ترسیم و همیشه مشکلات مقابله در مقابله می داشته باشیم غلبه می و و ما اهداف ما براحتی هم میتونیم رسیدگی داشته باشیم با ریسک پذیر باشیم با گفته و گفته استاد و همه مشکلات هم ما در نظر بگیریم بالای کاری که انجام می تیم استاد این موضوع دیگه از بعضی خلاق هستن و گفته شما میگین ذاتن هست در وجودشان اما چرا که خلاقیت خودشان نشان نشون اونا فکر میکنین چه مشکلی دارن مشکل جدی اینا هستن ای که اعتماد به نفس نداره. خب مه اگر اعتماد به نفس نداشته باشم خوب مه زیاد ایدهها در فکرم دارم چونین ای کاره بکنم او کاره بکنم ول ایر عملی کردن میتونم خب مشکل اساسی اعتماد به نفس هستن و دانش عمومی هستن ما وقت دانش عمومی نداشته باشیم و در پهلویش اعتماد به نفس نداشته باشیم ما خود را ابراز کردن نمیتونیم خب, خب وقتی خود را ابراز کردن نتونستیم پس ما فرد خلاق نیستیم بعضی استاد هستن اینقدر اعتماد به نفس را اما گفته شما دانش عمومی شنا بله این خیلی مهم است اعتماد به نفس کاذب هم به درد نمیخوره اعتماد به نفس خیلی داشته ولی دانش عمومی آگاهی عمومی اطلاعات عمومی نداشته باشیم باز ما نمیتونیم از اعتماد به نفس خود به شکل درست استفاده کنیم باید اعتماد به نفس سالم داشتم اعتماد به نفس جمع دانش عمومی دقیقاً زنده سلامت باشین استاد در رابطه با نقش تاثیرگذاری خلاقیت همیشه در زندگی آه. کمی بیان خود ببینید پیش چیزی که بیایم نقش خلاقیت را در زندگی بگم یک داستان میگم نمیفهم چقدر صحت داره استاد میگه روزی از روزها یک مرد که سال بود تصمیم گرفت و پسرش زن بگیره خب میگه نزد بلگیتس مرد خیلی فقیر بود بلگیتس گفت ما میخوایم ببخشین اول با پسر خود صحبت کرد که من میخوام به خودت زن بگیرم بله و پسرش یا بهانه کرد نمیگیرم یا پول نیست چی رفت گفت خب کی را میگیری گفت میرم دختر بلگرس که بلگرس یک فرد بسیار سرمایه دار است خب گفت خب شاید دختر به من تا گفت خیر من از خود یک خلاقیت نشان خود خب رفت نزد بلگرس و بلگرس را گفت میخوایم دخترت را به پسرم بگیرم بلگرس هم بهانه کرد باز مرد که سال گفت میفهمی پس آرمچیک چیکار است؟ mm -hmm. گفت به سر من مشاور بانک جهانی هستن احا. او بیل گفت چیک یک پوزیشن داره خب بیا دختر من بی. دختری را گرفت خب این فرد گفت واش من دروغگو ثابت نشم رفت پیش رئیس بانک, بانک جهانی. جهانی. خب رئیس بانک جهانی را گفت میشه می پسر ما در بانک تان به مشاور شما استخدام بکنین گفت نه پسر تو چیکاره باشه گفت میفهم پسر ما چیکار است گفت داماد بیل است گفت خب بیارش دیگه یعنی اعتماد به نفس تاثیر در زندگی ما میمونه خب ما اگر اعتماد به نفس ببخشید خلاقت خلاقیت قدر تاثیر داره اگر در زندگی خلاقت داشته باشیم چی اهمیت داره امه. خود خلاقت یک راه بسیار راه بر درآمد هستند کسب درآمد اگر ما میخوایم واقعا پولدار شویم باید خلاقت داشته باشیم نوآوری داشته باشیم دوم اگر میخوایم که سازمان ما و تولیدات ما برند شوه باید خلاقت داشته باشیم امه. اگر ما میخوایم دوست داشتنی باشیم باعث یک جوان تاثیرگذار باشیم باید ما خلاقیت داشته باشیم مهم. اگر خلاقیت نداشته باشیم کسب درآمد هم نمی کنیم، محصولات و باقید. سازمانی که داریم برند نمیشه و خودمون دوست داشته نمیشیم اگر ما می یک فرد مشهور باشیم شهرت داشته باشیم مهم. به اصطلاح انگلیسی هیرو باشیم و ما باید خلاقیت, خلاقیت داشته باشیم داشتا خلاقیت به اندازه اهمیت داره و سلامت باشین استاد محترم واقعا صحبت های خیلی زیبا و ارزشمندی داشتین در داشت رابطه با جوانان و خلاقیت و تعریفی که شما از خلاقیت داشتین داشت و مثالی که بر ما بیان کردین صحبتایی که باقی مونده در ظرف چند ثانیه صحبت زیادی زیاد باقی نمانده فقط اگر بخوایم یک فرد مفید بر جامعه خود بر فامیل خود به خود و بر آینده خود باشیم باید خلاق باشیم بله دقیقا و خلاقیت میتونه حتی ما را پول دارم بسازه واقعاً تاریک استاد برای ما گفتن خوب است که همیشه خلاق باشیم کسایی که بیشتر به دنبال پول هستن به خود ذی اواخر که همگی به دنبال پول هستن دقیقا. خوب است که خلاقیت از خودشان نشان بدن تا که طریقه پول به دست آوردن را بتونن راحتتر اونا داشته باشن تشکر زنده و سلام سلامت باشین دشت. استاد وقت خوش برتان میخوایم و همچنان تشکر از شما ایزن که تا این لحظه با ما همراه بودین و این هم گزارش خوبی را بر ما و شما تا چند لحظه بعد می داشته باشن اما فعلا میام برنامه بسیار کوتاه